نظرخواهی آقای منشه امیر درباره آینده سیاسی ایران با اندیشگران و تلاشگران سیاسی ایرانی. درود بر بینندگان، شنوندگان و کاربران این برنامه. در ادامه بحث‌هایی که چه نوع ساختار سیاسی مناسب‌ترینه برای ایران آینده، افتخار داریم و خوش آمد میگیم به آیت الله معصومی تهرانی از تهران، مسلماً از تهران، که میخواییم دیدگاه ایشون رو هم به عنوان یک روحانی ارشد بشنویم و از عقاید ایشون هم آگاه بشیم. با فرض اینکه ساختار کنونی سیاسی در ایران به بن‌بست رسیده، مشکلات زندگی بسیار بسیار بیشتر شده، روز به روز بدتر میشه، و با فرض اینکه لازم این ساختار تغییر پیدا بکنه، از شما آیت الله معصومی خوش آمد هم میگوییم، دوباره میپرسیم که چه ساختار دیگری از دیدگاه شما مناسب برای آینده ایران، برای ایرانی که بخواهد این مشکلات کنونی رو پشت سر بگذاره. بفرمایید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیر عزیز و بینندگانتون، پیشاپیشم سال جدید رو بهشون تبریک میگم از باب رسم، و الا این اوضاع و احوال به اون صورت تبریکی نداره. ولی اون چیزی که شما فرمودید، خب یه بخشش رو من زیاد باهاش موافق نیستم، در رابطه با این که ساختار حکومت حالا به هر طریقی در حال فروپاشیه. حالا یه سری ها میگن از نظر اقتصادی، یه سری ها میگن از نظر سیاسی، روش حالا میتونیم بحث بکنیم سر این قضیه. ولی این که بعد از این نظام چه نوع ساختاری باید باشه، من به خود ساختار زیاد توجه ندارم. اون چیزی که در این سالها یا قرن اخیر مسئله ایرانی ها بوده، یکی بحث براتون شد که آزادی، یکی بحث عدالت اجتماعی، و هیچ وقت هم به این دوتا نرسیده، نه به اون دموکراسی که مد نظرش بود، نه به اون آزادی که مد نظرش بود رسیده، نه به اون عدالتی که مد نظرش بود. یعنی مشروطه با اون که امضا شد ولی در عمل انجام نشد جز در یک مقطع خیلی محدودی، بعدم که دیگه کلن تعطیل شده، الان هم که اصلا ساختارش معلوم نیست چیه، و الان هم آزادی و اون عدالت اجتماعی به جای اینکه بهتر بشه در حال بدتر شدن هستش. به این حساب به این بیشتر باید توجه کرد تا به اون ساختار. البته روی ساختار من حرف دارم ها، حالا نمیدونم اصلا باید بگم یا نگم، چون ما ها حرف که میزنیم یه مقداری در رابطش تعبیرهای مختلفی میکنن، گاهی اوقات شاید بهتر باشه اصلا ساکت بشه حرف نزنه. من خودم تو خیلی از مسائل به همین نتیجه رسیدم که حرف نزنم خیلی بهتر از این هستش که صحبت بکنه. ولی با حال تلواسب به تلر سمن گوش، اول شما بیایید ببینید این نظام و این ساختار واقعا در حال فروپاشیه که به اعتقاد من نیست، بعد بیاییم ببینیم که حالا اون حکومتی که بعد از این نظام قرار هستش که سر کار بیادش باید چه مشخصاتی رو داشته باشه یا چه ساختاری باشه. ما دو گزینه داریم، یکی جمهوریه. آیت الله معصومی، پیش از این که به بخش بعدی بپردازیم میخوام پرسش چالشی دارم از شما. چرا فکر نمی کنید که این حکومت با ساختار کنونی در حال فروپاشیه؟ ببینید، معلوم شده که یک عده افراد نابخرد و ناوارد کشور رو اداره میکنن، هم از نظر سیاست خارجی، هم از نظر وضع اقتصادی، هم از نظر افزایش روزافزون
نارضایی مردم و مشکلات اقتصادی و غیره، این بالاخره به بنبست میرسه. آیا فکر نمی کنید که الان حکومت ایران با ساختار کنونیش به بنبست رسیده؟ ببینید به بنبست الان نرسیده های امیر، سال هاست که به بنبست رسیده، ولی همچنان کجدار و مریض سر پا هست. تغییر نظام که همینجور علکی که نیستش که شما بخواید یک نظامی رو تغییر بدید، یک نظام مستقر رو. من این رو شاید 5 سال پیش تو یک مطلبی نوشتم، منتشر شد در کیهان لندن، که گذار از جمهوری اسلامی از اون چیزی که در واقعیت هست با اون چیزی که در توهم ماها میگذره یه مقداری متفاوته. برای اینکه شما یک نظامی رو ولو ناکارآمد، ولو دارای فساد و نارضایتی های خیلی زیاد، الان ما حکومت هایی رو داریم که درش نارضایتی های زیادی هست، نمونش ونزوئلا، هم از نظر اقتصادی فلج، هم از نظر مشروعیت و مقبولیت فلج هستش، هم فساد درش هستش، ولی همچنان سر جاش هست. اینجا میخوام بپرسم آیت الله معصومی، میخوام بپرسم که چه چیزی این حکومت رو سر پا نگه میداره؟ و اطمینان دارم که قبول میکنید که نارضایی مردم بسیار گسترده است. چه چیزی این حکومت رو همچنان سر پا نگه میداره و شما میگید که امکان برافتادنش بسیار ضعیفه؟ بفرمایید. عمده ترینش اون تفرقی است که بین شخصیت های سیاسی. ببینید ما فعال سیاسی زیاد داریم، ولی اینها عمدتا فعال سیاسی نیستن. ما آمدیم یک سری شهروند معترض رو تبدیل کردیم به یک سری شخصیت سیاسی، در صورتی که واقعا اینا معلوم نیستش که از نظر فکری طرفدار چه ساختاری اصلا هستن. اینها کمونیستن نمیدونیم، سوسیالیستن نمیدونیم، لیبرالن نمیدونیم، فقط میدونیم مخالفن. شهروند مخالف ما زیاد داریم، ولی ببینید شخصیت سیاسی که تکلیفش مشخص باشه و ما بدونیم جزء کدوم دست و گروه هست ما کم داریم، و اینها هم توشون اختلافه. اینا با هم دیگه اتفاق ندارن، نمیتونن با هم دیگه بشینن ائتلاف بکنن. همون مشکلی که در سوریه اتفاق افتاد اینجا هم الان هست. شما اگر خاطرتون باشه اون اتفاقات اول هنوز به اون جریانات داعش و این جریانات کشیده نشده بود، چندین بار اون خانم کلینتون که وزیر امور خارجه وقت بود گروه های مخالف رو جمع کرد در ترکیه که بیان بشینن با هم دیگه یک اتفاقی رو بکنن، یک بالاخره یک ساختاری رو تعریف بکنن که بعد از اسد باید چه کار کرد. اینا هیچ کدومشون به هیچ اتفاقی نرسیدن، همشون خواستن بیان بشینن جای اسد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شدش که اسد سر جاش موند، یک کشورم خرابه شد، کلی مردم هم آواره شدن، وضعیت اقتصادی هم خرابتر از اینی که الان هست شده، ولی حکومت همچنان سر جاش هست. بنابراین شما اگر میخوای یک نظام رو تغییر بدی، یک، اول این که باید شخصیت های سیاسی با همدیگه اتفاق داشته باشن، بیان کنار همدیگه بشینن. این جریانات داره اتفاق میفته، البته نباید باز اینو دارم قاطی میکنم. ببینید ماها شهروند معترضیم، شخصیت سیاسی نیستیم. وقتی که من شهروند رو وارد مسائل تصمیم گیری سیاسی بکنید، از همینجا کار خراب میشه، نمیشه اون اتفاق ایجاد بشه. چون من خودم رو صاحب فضل میدونم، زیر بار حرفی هیچ کسی نمیخوام برم، خودم میخوام بشم رئیس جمهور، خودم میخوام بشم شاه. با این شخصیت هایی رو که الان هستن، با این شهروندای معترضی که تبدیل شدن به شخصیت‌های سیاسی، نمیشه حکومت عوض کرد. بیرو در وایسی دارم میگم بهت، ولو اینکه همه مردم بریزن تو خیابون. بله دقیقا آیت الله،
من بحث گروه های سیاسی و نظام آینده ایران رو بعداً با شما در میون میگذارم، ولی چرا فکر میکنید که این حکومت از هم نخواهد پاشید؟ شیرازه کارها گسیخته شده. آیا از دیدگاه شما علت این است که اینها مصممانه میخوان در حکومت بمونن، پناهگاه دیگری جز داخل ایران ندارن، دزدی ها بسیار گسترده است، سود مالیشون بسیار وسیع، ایمان مذهبیشون رو از دست دادن، زینبیون و فاطمیون را حاضرن وارد ایران بکنن که ملت رو سرکوب بکنن، به چه علت شما میگویید که این نظام همچنان پا بر جاست امروز؟ بفرمایید. ببینید، این نظام یه ساختار پیچیده ای رو داره. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم، حالا نه این حکومت، هر حکومتی به این سادگی ها که ساختارش تغییر پیدا نمیکنه، که بالاخره مقاومت میکنه در مقابل تغییر، یه چیز طبیعیه. هر نظامی، هر حکومتی که بیاد، مخصوصا حکومتایی که به یک نوعی مطلقگرا هستن، به هیچ وجه حاضر نیستن مخالف خودشون رو در حکومت شریک بکنن، اینها دست از اون قدرتشون بر نمیدارن مگر اینکه وادار بشن. این حکومت ها رو شما باید وادارشون بکنید که تغییر بکنید. تغییر دادن اینها هم یک سری لوازم نیاز داره و این لوازم هم موجود نیست، و وقتی هم این لوازم موجود نباشه، خب تغییری هم ایجاد نمیشه، یه چیز طبیعیه. و اینم بهتون بگم آقای امیر، خود حکومت این شرایط رو ایجاد میکنه که مردم به هم دیگه بپرن، سیاسیون به هم دیگه بپرن. این تفرقه به انداز حکومت کن مال الان نیست، از اون اولش بوده. آخوند رو در مقابل مردم قرار بدن، مردم رو در مقابل آخوند قرار بدن، با حجاب رو در مقابل بی حجاب قرار بدن، بی حجاب رو در مقابل با حجاب قرار بدن، چه میدونم پاسدار رو در مقابل مردم عادی قرار بدن، مردم عادی رو در مقابل بسیجی قرار بدن. ببینید، اینی که ما تو روی همدیگه مرتب در حال خطونشون کشیدن هستیم، و معلوم هستش که هیچ اتفاقی نمیفته. شما زمان شاه مردم گل میدادن به ارتشیا، اگر به ارتشیا میگفتن که ما میخواییم بیایم شما رو همتون رو دار بزنیم، معلوم بودش که اون ارتشی اصلش رو زمین نمیذاره تا آن دقیقه آخر از نظام دفاع میکنه، نمیاد اعلام بیطرفی بکنه. تا زمانی هم که اون بخش نظامی پشت سر حکومت بمونه، در دوره شاه هم همین شد، ارتش اگر اعلام بیطرفی نمی کرد، نمی تونستن اون نظام رو سرنگون بکنن، چون اعلام بیطرفی کرد تونستن نظام رو برطرف سرنگونش بکنن. الانش هم همینه. واسه همین ببین، اون کسایی که اهل حرف هستن، سیاسی هستن، اونا باید بیان صحبت بکنن. اینی که هی مرتب حرف زده میشه، زمان شاه رو شما هم دیدید، ما هم دیدیم، اینقدر آدم حرف بزن نبود که هی بیان صحبت بکنن، حرف بزن، راهکار بدن، یکی بگه نمیدونم این کارو بکن، یکی بگه اون کارو بکن. ببینید، من شاید 20 سال پیش بودش آقای امیر، تو همین این شبکه‌های ماهواره‌ای بود یکی از عزیزان تحلیلگر، صحبتش این بودش که میگفتش که جمهوری اسلامی دیگه دماغش خورده به دیوار، دیگه به آخر کار رسیده. خب 20 سال از اون جریان گذشته، هنوز سر جاش هست. ببینید، این حرف ها رو همینجوری هی الکی گفتن، صحبت ها و تحلیل های آبکی دادن، یواش یواش میشه که آدم سرخورده میشه. ما از اون اولش که این انقلاب شد، خدا رحمت بکنه مرحوم بهبانی رو، من هر وقت میدیدم میگفت اینا سال دیگه رفتن، و الان استخونش هم پوسیده، اینا سر جاش هستن. داری باید واقعیت ها رو ببینیم، همه باید دست به دست هم بدن. اگر قرار بر این هستش که ما دموکراسی داشته باشیم، اگر قرار بر این هستش که یک حکومت سکولار باشه، عدالت اجتماعی باشه، اگر قرار بر این باشه که شما بخواید مثلا
من نوعی رو حذفم بکنید، ما نه به اون دموکراسی میرسیم، نه به اون برات نشود که سکولاریسم میرسیم، نه به اون عدالت اجتماعی میرسیم، چون باز دوباره همون کار رو اشتباه رو داریم تکرار میکنیم و این اتفاق نمیفته، چون الان خیلی ها توی همین این نظام، توی این سیستم، این سیستم یه سیستم هیئتی آقای امیر، تو همه چیزش هیئتیه، خیلی ها توش منافع دارن، حتی مردم عادی توش منافع دارن، یه قشری هستش که اونها داره بهشون فشار میاد، کسایی که مثلا یه درآمد مشخصی رو دارن، مثل کارگرا، مثل کارمندا، کسایی که با بازنشسته ها، اینهایی که درآمد ثابت دارن، دارن واقعا خالی میکنن. اما اون کسایی که کاسب هستن، اون کسایی که بالاخره توی این جامعه دارن کسب و کار میکنن، به نسبت تورم روی جنس خودشون هی میکشن، ضرر نمیکنن. ماها یه خورده با همدیگه تعارف داریم، مسئله اینجاست، تا زمانی که این تعارف ها رو کنار نذاریم، تا وقتی که واقعیت های جامعهمون رو نبینیم و فکر بکنیم الان آقا همه این مردم، بله مردم از یک طرف میان، آقا جالبش اینجاست که بعضیا به من برمیگردن میگن که آقا شما مردم کلن آقا از آخوند برگشتن، من میگم نه آقا اینطوری نیست، اینجوری هم نیستش که مردم از آخوند به طور کل برگشته باشن، از آخوند حکومتی، از آخوندی که با این نظام و این سیستم همکاری داره میکنه شدیداً متنفرم، ولی اینطوری نیستش که از آخوند غیر حکومتی هم دیگه منزجر باشن. چرا؟ یه عده کلن با دین مشکل دارن، زمان شاهش هم مشکل داشتن، الانش هم خیلی هستن که مشکل دارن، فرقی هم نمیکنه که دین چه دینی باشه، ولی خیلی هم هستن همچنان مذهبی هستن. این چه تحلیلی آخه شما میکنید؟ میگه برداشت شما غلطه. میگم آقا این برداشت من نیست، این چیزی ازش که من دارم میبینم، دارم برخورد میکنم با مردم، برداشت چی؟ تحلیل نیستش این، این چیزی ازش که من تو کوچه و خیابون دارم باهاشون برخورد میکنم میبینم. بله آیت الله، من اصولا دوست ندارم وارد مباحث مذهبی بشم، ولی در مذهب شیعه، در دین مبین اسلام، مقلد اختیاراتش رو و صلاحیتش رو و قدرتش رو از مقلد میگیره و الان مقلدین اکثرا از مقلدین دور شدن، فاصله گرفتن. آیا قبول ندارید این رو؟ آه بستگی داره. ببینید شما الان مراجعی رو که هستن، دو جور مرجع شما دارید، شما یه سری مراجع حکومتی دارید که دقیقا تمام جیر و مواجبشون داره از حکومت میاد، از همه هم ثروتمندتره، ولی خب یک سری ها هستن که نه، اینها با حکومت هیچ نسبتی ندارن. و ببینید مشکل ما هم از همینجا داره آب میخوره، که مثلا میان میگن آقا ما به حوزه علمیه این مقدار بودجه دادیم، همه فکر میکنن این بودجه مثلا آمده تو جیب امثال من، نداری؟ در صورتی که اصلا اینطوری نیست، اینها یک سری مراکزی رو برای خودشون دارن توی حوزه علمیه، مثل جامعه المصطفی و نمیدونم اون چیچی دفتر پژوهشی امام خمینی و دفتر تبلیغات اسلامی و چه و چه و چه و چه و یه بخش اون مثلا فیضیه، این بودجه به اونها تعلق میگیره، منتها به اون مراجعی که مثل مثلا آقای سید محمد صادق روحانی یا سید محمد صادق شیرازی که به اینا که بودجه نمیدن، اینا بودجه نداده بهشون، دارن پدر حکومت رو در میارن، اگه بهشون بودجه بدن دیگه واویلاست، مشکل دارن با این افراد. ولی وقتی که میان میگن بعد میفهمم آیت الله معذرت میخوام، من میخوام پرسش خودم رو به شیوه دیگری با شما در میان بگذارم. صحبت از این است که این حکومت خودش رو حکومت اسلامی دین راستین میدونه و مذهب شیعه، و در واقع این ولی مطلقه فقیه خودش رو
مرجع تقلید میدونه. وقتی که اکثر مردم ایران از این مرجع تقلید دور شدن از نظر مذهب شیعه، این دیگه اختیاراتی نداره، این مشروعیت خودش را از دست میده. آیا این چنین نیست؟ از نظر مذهب شیعه که شما میفرمایید که اصلا اینا جزو اون تفکر اصیل مذهب شیعه نیست. اون بحث ولایت فقیه یه بحث مندرآوردی هستش که توی این سده اخیر، حالا من به دلایلش کار ندارم، این درست شده و الا ولایت فقیه حتی خود فقها و مراجع قدیم قبول نداشتن این رو. شما نظر آخوند خراسانی رو که بالاخره جزء بزرگان حوزه هستش، هر کسی که میخواد جزء مجتهدین بشه حداقل بایستی که اون مبحث کفایه یا شیخ رو بخونه و حداقل روش مثلا یا بحث کرده باشه یا روش یه حاشیه رو نوشته باشه. خب شما ببینید این آدم همچین تفکری رو اصلا بنیادن قبول نداره و دلائل میاره که اصلا روحانیت نباید در حکومت دخالت بکنه. خب مگه میشه بقیه آقایونی که تفکر مرحوم آخوند رو دارن مطالعه میکنن، تدریس میکنن، این چیزها رو ندونن؟ چرا میدونن؟ ولی الان اصلا بحث شیعه نیستش آقای امیر. من حالا کاری ندارم، من یه بحثی رو که دارم این هستش که همچین معتقدم من نیستم که این انقلاب اسلامی بوده باشه. بیشتر این انقلاب کمونیستی بوده، همونطوری که این احتمالات رو باید در نظر گرفت دیگه. نمیشه که همونطوری که شما میبینید حزب توده توی ارتش رسوخ کرده بود، از کجا معلوم واقعا حزب توده توی حوزه‌های علمی رسوخ نکرده باشه؟ شاید کرده بوده، ما که خبر که نداریم، بهمون که آمار که ندادن، کسی هم نرفته این رو پیگیریش بکنه. ولی شواهد رو وقتی که شما کنار هم دیگه میذاری، کارهایی رو که این عزیزان چپی و کمونیستا کردن، این انقلاب بیش از این که به دست غربیا انجام شده باشه به دست کمونیستا انجام شده، نه به دست غربیا. غربیا دستشون موندش توی حنا، بنابراین این نمیشه گفتش که حتی اون انقلابش هم انقلاب اسلامی بوده که حالا الانش اینا حکومتشون حکومت شیعیه. این رو یه بهانه ای رو کردن، یه تیتری رو درست کردن و بالاخره ازش دارن استفاده میکنن دیگه، از اون احساسات مذهبی مردم برای اینکه ابزاری هستش و قوی هم هست، این داره استفاده میشه. بالاخره مذهب توی هر جامعه ای اون قوت و قدرت خودش رو داره، حالا شاید یه مقداری ضعف و قوت پیدا بکنه ولی تو سر جاش هست. اینجوری نیستش که ما فکر بکنیم کل ملت ایران از دم بیدین شدن، لا مذهب شدن، تغییر مذهب دادن، نه اینجوری هم نیست. شاید یه خورده عاقلانه دارن به مذهب نگاه میکنن و این اتفاق بد نیست، خیلی هم خوب. حالا من بونش کاری ندارم. اینجا من منظورم علی خامنه ای هست که میگوید من ولی مطلقه فقیه هستم، من مرجع تقلید ارشد هستم و در مذهب شیعه صلاحیت و اختیارات مرجع تقلید از روی تعداد مقلدینش است. این رو من میپرسم که تعداد طرفداران علی خامنه‌ای بسیار بسیار کاهش یافته در ایران. آیا از نظر مذهب شیعه این عدم مشروعیت نیست؟ چرا ایشون نمیاد و بگه که مردم منو قبول ندارن، من یک مسلمان شیعه معتقد هستم، مردم منو قبول ندارن، من کنار میرم؟ چرا این کار رو نمی کنه؟ خب دیگه اینجا دیگه بحث دین نیستش آیه. مسلمن مذهب بحث دین بحث دین نیست، اینجا بحث قدرت هستش، بحث بالاخره
حکومت هستش، بحث ثروت هستش، اون چیزی که برای اینا جزء اوجب واجبات هست، نه رعایت افکار و اندیشه های مذهبی و نه نشر اون، حفظ نظام به هر شکلی به هر طریقی. یعنی اگر لازم باشه که این حرف من نیست، حرف آقای خمینیه، اگر برای حفظ نظام لازم باشه که اون ارکان دین رو هم تعطیل بکنن مثل نماز و روزه، میتونه ولی فقیه رو تعطیل. البته موقتاً، موقت دیگه، حالا اون بستگی داره به نظر ولی فقیه. یهو دیدید اصلا کلن تعطیلش کردش. خب من بالاخره نماینده خدا هستم دیگه، کلن این رو از دوشتون ور میدارم، از رو دوش مؤمنین، و دلیلم میتونن براش در بیارن. اینجوری نیستش که فکر کنید دلیل دارن. ما یک بحث خیلی گسترده ای توی روایات داریم، ماشاءالله انقدر هم زیاد هستش، شما هر چیزی رو میتونی از توش در بیاری. من خودم میتونم راحت بهتون میگم، راحت میشه نماز و روزه رو به مردم بگی نیازی نیستش که نماز و روزه. چرا؟ چون روایت ما داریم توی چیزامون. میتونه امام ببخشه، کما اینکه خمس رو مثلا آمده گفته من به شیعیانم بخشیدم، اینم میتونه بیاد بگه من به پیروان خودم این رو بخشیدم، اصلا لازم نیست نماز بخونید، چون کاری نداره که این کار. و اگرم روایتی وجود نداشته باشه خیلی آسان میتونن بسازنش. بفهمید حالا الان ما بحثمون فقط روایت نیست آقای چیز، ما همین الانش تاریخ میسازیم، همین الانش، الانی که من با شما حرف میزنم، بعد از اینی که پخش بشه 500 جور حرف من انعکاس پیدا میکنه. میگم فلانی اینجور گفت، یه ذره از این ورش میزنن، یه ذره از اون ورش میزنن، یه چیزی به خورد مردم میدن. همین الانش داریم این کار میکنیم دیگه، وای به حال مال قبلش بود. روایت ساختن تاریخ رو هم میسازیم. آیت الله اجازه بدیم بریم به بحث اصلی این سلسله گفتگوها. و پرسش من این است که بسیار خوب، من منطق شما و استدلال شما رو در مورد اینکه این رژیم به زودی بر نخواهد افتاد شنیدم و برای بحث و به طور فرض میپذیرم. حالا اگر شما فرض بکنید، بالاخره ممکن اتفاق بیفته، فرض بکنید که ما باید یک ساختار سیاسی دیگری رو انتخاب بکنیم، شما به عنوان یک روحانی ارشد، به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک معتقد به پیشینه تاریخی و فرهنگ ایران زمین، چه ساختاری رو توصیه میکنید؟ بفرمید. اگر شما صدای یه وقت ساز و آواز شنیدید، بیرون دارن دیگه، دم عید دیگه، دارن ساز آواز از بیرونه. بعد براتون عرض که گفتم مثل اون دفعه که نمیدونم بادمجون میفروختن، سبزی میفروختن، چی بودش این پشت صدا میومد، اینم صدا از تو خیابونه. خدمتتون عرض شود که والا من میترسم حرف بزنم توی این قسمت، حرف بزنم یه داستانی رو میترسم درستش بکنم، ولی حالا دیگه هرچی باید باید ما میگیم، اینکه میدونم آخرش یه حرفی توش در میادش، یه داستانی رو توش میسازم، ولی من میگم اون چیزی رو که من خودم فکر میکنم، برداشت خود من هستش. ببینید ایران یک بخشی یه خود واقع بین بس باشه. ببینید آقا اینجا سوئیس نیست. یکی از اشتباهاتی که بعضی از این عزیزان میکنن، فکر میکنن اینجا سوئیسه و مردم ایران هم مردم سوئیس و فرانسه هم. نه عزیز من، مردم ایران مردم ایران هند و مردم خاورمیانه هند. هیچ فرقی با بقیه جای این منطقه ندارن. اگر ما فکر میکنیم ماها تافته جدا بافته ایم، این دیگه توهمات خودمونه. همین حرفا ما رو بدبختمون کرده که نتونستیم حقیقت خودمون رو ببینیم، واقعیت های خودمون رو ببینیم. ماها یک سری عیب و ایرادات داریم، این عیب و ایرادات هم درست نمی کنیم. همه آمدن هی به ما میگن شما مردمان خوبی هستید، مردمان نجیبی هستید، مردمان فلانی هستید، مردمان میساری هستید، در صورتی که ماها عیب و ایرادات فرهنگی زیاد داریم، اینا رو باید درستش بکنیم. بنابراین آقا اینجا خاورمیانه است،
خاورمیانه شما میخواید ببینید چه ساختاری به دردش میخوره، باید یه نگاهی به اطرافمون بندازیم. ببینید ما یک سری کشورهایی رو داریم سلطنتی هم، یک سری کشورها رو داریم توی این منطقه جمهوری. نه جمهوریاش جمهوری دموکراتیکیه، نه پادشاهیاش پادشاهی دموکراتیکیه. اگر ما قصدمون این هستش که دموکراسی باشه، اگر قصدمون برای این هست که سکولاریست باشه، اونم باید ما بفهمیم، اول باید درک بکنیم آقا دموکراسی یعنی چی. دموکراسی یعنی این که من بیام حرف بزنم، بیام صحبت بکنم. اگر به یه سری افراد برگردم بگم نه آقا این چون آخوند هستش نباید اجازه بدی حرف بزن، اصلا شما بر چی اومدی با این آخونده داری صحبت میکنی، یعنی آقا از دموکراسی چیزی حالیت نی، بیرو در وایسی. بدون این که چرا، بدون این که اصلا بدونی سابقه یه طرف چی چی هست، فقط ریختش رو نگاه بکنی، قضاوت بکنی، بگی خب این برات هر شود که چون آخونده نه نباید ما اجازه بدیم این حرف بزنیم. اینا به اندازه کافی حرف زدن پدر ما رو در بردن. پس ما باید دموکراسی رو بفهمیم. اگر میخواهیم که یک کشور دموکراتیک داشته باشیم، سکولار داشته باشیم، اول باید بفهمیم و این رو در قوانینمون بیاریم و به قانون هم عمل بکنیم. ما ایرانی ها قانون عمل نمی کنیم، دنبال همش فراریم. زمان شاه هم عمل نمی کردیم، سعی می کردیم قانون رو دور بزنیم، الانش هم همینیم. این حکومت هم بره بازم با همینه، داستان همینه، هیچ فرقی نمی کنیم. من خودم تصورم این است بر اساس اون سابقه تاریخی رو که ما داریم و این منطقه داریم تجربه هاش رو میبینیم، این یک چیز یا باید شبیه انگلستان و هلند باشه، یعنی یه حکومت پادشاهی پارلمانی مشروطه، نه چون مشروطه رو ما دیدیم چی شده، پادشاه کلن بایستی که هیچ کاره باشه، یعنی حتی حق رأی هم نداشته باشه، حق اظهار نظر هم نداشته باشه، اما بایست به صورت نماد بمونه. چون اگر این رو نداشته باشیم، شما رئیس جمهور هم بذاری میشه شاه، دورورتون نگاه کن ببین چه خبره، تمام رئیس جمهورها مادام العمر عملا شاه، فقط اسمشون رئیس جمهور. اگر بخوادش که خلاف این شما بیاری، میشه افغانستان. افغانستان الانش به این دوره که رسیده، همین روندی رو که ما میبینیم رفته جلو، اونجا هم یه بخش مدرن رو، یه دوره مدرن رو داشته و بعد یه سری مشکلات این روسا براش درست کردند و بعد هم این مذهبی ها آمدن سردر بردن، الان که باز دوره افتاده دست آخوند. ثبات نداره، کشور ثبات پیدا نمیکنه. اگر میخوایم ثبات داشته باشیم، پیشرفتم کشور داشته باشیم، به یک یواش یواش نرمال بشیم، با توجه به تنوع قومی رو که ما داریم، اگر بخوایم جمهوریش بکنیم به مصیبت برمیخوریم. چون هر کسی بخواد بیادش نمیتونه اعمال قدرت بکنه و مجبوره که بره به سمت دیکتاتوری، چاره ای نداره. اگر اقوام دیگر رو بخوادش اینها رو متقاعدشون بکنه، باید با زور متقاعد بکنه، ولی متقاعد نمیشه. بیاید ایالتیش هم بکنید، ایالتی هم باز داستان درست میکنه. اینجا فقط الان من این حرف رو میزنم، میدونم یه سری داستان درست میکنه. اینجا اگر ما بخواهیم واقعا ثبات داشته باشیم، یواش یواش به دموکراسی هم برسیم، فهم دموکراتیک هم پیدا بکنیم، بتونیم کنار هم دیگه به یک همزیستی برسیم که در زمان شاه داشتیم میرسیدیم. این چی بگم، این چپی ها هستن که ما رو بدبختمون کردن با این آخوندایی که تون رو هم. بایستی که یک حکومت پارلمانی، پادشاهی پارلمانی داشته باشیم که اون پادشاه به عنوان نماد در اون بالا بگیر بشینه و تمام اختیارات دست نخست وزیر یا مجلس باشه.
همون شکلی که یا مثل اسرائیل اگر نمیخوایم پادشاهی باشه باید اون سبک اسرائیل رو داشته باشه که قواعد اسرائیل هم شما خود بهتر میدونید اون قواعدش پادشاهیه دیگه، بالاخره اون یهودا و داستانا رو که بهتر از من میدونید شما، ولی خب اونو نخواستن رئیس جمهوری رو آوردن در مقام اون پادشاه گذاشتن به عنوان نماد، اختیارات کلا در دست اون مجلس و نخست وزیر هستش، رئیس جمهور فقط حالت نماد داره، این نماد هر 7 سال عوض میشه، میره خب یه نفر دیگه میاد دوباره هم نمیتونه انتخاب بشه. دقیقا اینجوری هم میتونیم انجامش بدیم، به این شکل هم میشه انجامش داد. من با این جمهوری این سبک بیشتر موافقم تا با اون سبک سلطنتیش، چون راستیاتش با تمام احترامی که واسه آیه پهلوی من قائلم، ولی بالاخره آدمیزاده ما ایرانی ها، من نمیدونم چرا وقتی میایم در رأس قدرت قرار میگیریم دیگه کلا همه حرفامون یادمون میره، یه ها میشیم دیکتاتور. یه خدا رحمت بکنه مرحوم بنی صدر رو، یک مبحث کیش شخصیت داشت، گرچه خودش زیاد بهش عامل نبود ولی واقعا راست میگفتش، ما ایرانی ها یه مقداری دوچار کیش شخصیت هستیم، تا زمانی که زیر دستیم شخصیت والا دستی رو میپرستیم، وقتی که قدرت دستمون بیفته انتظار پرستیده شدن داریم. ولی اگر اون حالت رئیس جمهوری هیچ کاره باشه، یعنی یه سبک و سیاقی مثل براتون هر شود که اسرائیل، به نظر من این خیلی بهتره. اگر بخوایم بیاییم مثل لبنان هم بکنیم، چون ببینید اینجا هم حالت قومیتی داره، اگر بخوایم مثل لبنانش بکنیم، بخوایم بیاییم مثل عراقش بکنیم، هم بدبخت میشیم. بیاییم بگیم رئیس جمهورش باید چه میدونم ترک باشه، نخست وزیرش باید کرد باشه، اون یکیش باید فلان باشه، بیچارمون کردن. این دوتا همین الانش هم بیچارن، توی این قسمتش نباید بیفتیم، تو قومیت اگر بیفتیم، توی مذهب اگر بیفتیم بدبختیم. و اینجا میرسم به مسئله قومیت ها. ببینید به هر حال اقوام و قبیله های مختلفی در ایران هستند، آذری هستند، ترک هستند، ببخشید ترکمن هستند، بلوچ هستند، کرد هستند، عرب زبان هستند. در نظام آینده ایران تا چه حد به اینها میشه از نظر فرهنگی یا سیاسی یا مدیریتی اختیاراتی رو داد؟ ببین آقای امیر، اصلا به نظر من این بحث‌ها بحث‌های مهمی نیست. اگر ما درکی از دموکراسی داشته باشیم، اگر درکی از سکولاریسم داشته باشیم، اصلا این مباحث حل شده است، مهم نیست. مشکل اینجاست که ما چون درکی نداریم از دموکراسی، میگیم خب آقا جریان کرداد خب چی میشه، الان ترکا چی میشه، آقا دموکراسی وقتی که باشه تمام این مسائل حل میشه. حتی این بحث رو که در تو آخونده هم که دارن صحبت میکنن، توی همین این بحث هم حل میشه. بله آیت الله، فرض بفرمید که من بلوچ هستم، آیا میخوام زبان محلیم رو نگه دارم، میخوام آداب و رسوم و رقص و موسیقی و هنر محلی رو نگه دارم، تا چه حد میشه از دولت مرکزی انتظار داشت که به این کار کمک بکنه یا سرکوبش بکنه؟ بفرمید. والا به نظر من آقای امیر، این مشکل اونچنانی نیست. میدونید این مسائل کجا سر در آورد و واسه اون مصیبت درست کرد؟ خدا رحمت بکنه رضا شاه، رضا شاه خدمات زیاد کرد ولی یک سری عیبایی هم داشت. یکی از عیباش همین این بحث یک دست کردن زبان و یک دست کردن لباس و پوشش بود. این اختلاف فقط مثلا الان شما میگید که آقا آخوندا رو، در صورت اینجوری نبودش، آقا کردا هم با رضا شاه مشکل پیدا کردن، ترکا مشکل پیدا کردن، بلوچا مشکل پیدا کردن، چون نمیخواستن ظاهرشون رو تغییر بدن.
بله، ما میتونیم مردم رو متقاعد بکنیم که آقا شما یک زبان مشترک دیپلماتیک داری، یک زبان قومی داری. خیلی خوب، زبان قومی خودتو داشته باشی، ولی با منی که میخوایم صحبت بکنی، این بلوچه با ترکه چجوری میخواد ارتباط برقرار بکنی؟ خب قدیم الایام آمدن این رو درستش کردن. من یک بار با همین دوستان ترک اتفاقا سر این جریان صحبت میکردم، خیلی حساسیت داشتن سر این جریان. گفتم آقا جان، شمایی که انقدر هیداری میگید به ترک ها اچاف شده، به ترک ها اچاف شده، والا اگر اینو باهائی ها میگفتن من قبول میکردم، اگه کردها میگفتن قبول میکردم. بابا شما که همه جای دولت رو گرفتید، این یه بخش قضیه است. جدای از این، شما حالا، من نمیرم خیلی دور، از زمان صفویه به این ور جز یه دوره زندیه همش که دست شما بود، کی در ایران مکاتباتتون به زبان ترکی بوده؟ مکاتبات همش فارسی بوده. مردم برای اینکه با هم دیگه این اقوام ارتباط برقرار بکنن با زبان فارسی، ما چیزی به اسم قوم فارسی اینجوری نداریم که بیای بگی اون ترک، اون لور، اون کرد، اینا فارسن. نه بابا، همه اینا با هم دیگه فارس بودن، همشون پارسن. شما تو همون تورات هم کوروش رو به عنوان پادشاه پارس میشناسی، این منطقه پرشیا بوده دیگه. ولی اقوام مختلف کنار هم دیگه این پرشیا رو تشکیل میدادن. آیت الله، اینا چیزا از اون زمان درست شد. ما اگر اون ریشش رو آقای مناشه امیر بریم گیر بیاریم، به نظر من مشکل ایجاد نمیشه. ما رو دروایسی پیدا میکنیم، میگیم هیچ کسی کامل نیست، رضا شاه خیلی خدمات به این کشور کرد، خب یه سری عیبایی هم داشت، یکی از عیباش هم این از نظر فرهنگی برامون مشکل درست کرد. آره، یه پرسش محدود دارم، اینه که فرض بفرمایید که من کرد هستم، آیا من کرد میتونم به زبان کردی روزنامه در بیارم، رادیو باشه، تلویزیون باشه؟ بفرمایید. چرا نمیتونه؟ هر کسی میتونه. ببینید، من عرض من این هستش که شما وقتی که بیایید صحبت از دموکراسی رو ما بفهمیم، این مسائل خود به خود اصلا حل شده. چه مخاطبش کرده دیگه، مخاطبش من نیستم، میخواد واسه کرد زبونا بنویسه، مشکلی نداره که. من الان مثلا ببین، مذهب که آیه چیز به نظر من یه موضوع فردی هستش، به هیچ وجه توی قانون اساسی مخصوصا اگر میخوان بنویسن مذهب به رسمی نباید داشته باشه. شما اگر هر کسی رو بیارید مذهب رسمیش بکنید، متولیش میشه اونجا امتیازدار. نباید این کارو کرد. به هیچ وجه نبایسته که توی اون قانون اساسی که بعدها میخوان اون مجلس مؤسسان بشینن بنویسن، مذهب رو نباید بیارن واردش بکنن. هر کی هر دین و مذهبی میخواد داشته باشه داشته باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد اصلا لامذهب باشه، نمیخواد خدایی هم بپرسته. بحث حقوق همدیگر رو ما بهش تجاوز نکنیم، حقوق فردیمون رو نباید. این از نظر قانون مدنیه دیگه، این ربطی به دین و مذهب نداره که. میگم دموکراسی رو ما بفهمیم مسائل حله. بله، سپاسگزارم. آیت الله، 2 دقیقه به پایان وقت باقی مونده و آخرین پرسشم ممکنه این باشه که اختیارات حکومتی چطوری باید تقسیم بشه؟ آیا یه مقدار اختیارات به استانها داده بشه یا تمام اختیارات در پایتخت متمرکز باشه؟ چطوری میشه این اختیارات حکومتی رو تقسیم کرد؟ بفرمید. والا این یه خورده من البته روی این قضیه زیاد نشستم واقعیتش فکر بکنم، ولی میتونیم الگو برداری بکنیم، ولی نمیتونیم از الگوهای غربی ما برداشت بکنیم، به خاطر اینکه ساختارش با این فرهنگ ما جور در نمیاد. ما خاورمیانه‌ای هستیم، ما خاورمیانه‌ای باید فکر بکنیم. آیت الله، شما ابراز نگرانی کردید که هر کی که به قدرت برسه، خواه پادشاه باشه یا رئیس جمهوری باشه، ممکنه به دیکتاتوری گرایش پیدا کنه. آخرین پرسش من، واقعا آخرین، فرماندهی نیروهای مسلح کشور
و فرماندهی نیروهای انتظامی کشور دست کی باید باشه در حکومت آینده ایران؟ بفرمایید. بالاخره باید دست اون کسی که مسئولیت اجرایی رو داره باید باشه دیگه. اون چیز نظر رو ببین، من نظر خودم رو دارم میدم، شاید خیلی با حرف نه من نظر شما رو میخوام، نظر شما رو میخوام. نظر من بایستی که باز اینو ببینید، جواب من اینه، ما اگر اون مباحث دموکراتیک تو ذهنمون باشه برای این که سوء استفاده از قدرت نشه، راهکار قطعا ما براش میتونیم در نظر بگیریم، ولی وقتی آقا این فکرمون فکر دموکراتیکی نباشه، ناخودآگاه یه قانون می نویسیم که در شما ببینید توی قانون اصلا انگلستان می دونید قانون اساسی نداره، ولی ساختارش جوری هستش که این داره میره جلو، ما قانون اساسی هم داریم بهش عمل نمی کنیم. یعنی اینو باید یاد بگیریم که ما قانون رو می نویسیم ولو بعد این رو باید بهش عمل بکنیم، نه اینکه یه سوراخ دعا آواز بکنیم از زیرش دردیم. میگم اینجا برمیگرده به خودمون، به حکومت مربوط نمیشه، حکومت آینه فرهنگی خود ماست. اینی که من دارم میگم این حکومت به این سادگی نمیره به خاطر اینکه با این فرهنگ مردم جور در میاد. ما غور زیاد میزنیم ولی به مرحله عمل که میرسه انجام نمیدیم. سپاسگزارم از شما آیت الله مسئولی تهرانی از اینکه مهمان برنامه ما بودید، به پرسش های ما پاسخ دادید. من محدودیت ها رو کاملا درک میکنم ولی سخنان شما بسیار آموزنده بود. سپاسگزارم. من امیدوارم که از این حرفای من بعضی سوء استفاده نکنن، فقط گرچه میشه بخواید نخواید سوء استفاده خودشون رو میکنن، ولی من واسه هر قسمتش جوابش رو دارم اگر کسی خواست. البته این دیگه میره بعد از تعطیلات، البته بعد از محرم زود داشت، بعد از محرم. تشکر میکنم، انشالله که همشه سلام باشه. ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادید. خواهش میکنم.